سلام همگی، خوش اومدید به این ویدیو جدید از بازی فورتنایت. خبرها واقعا این روزا زیادن و با اومدن کال آف دیوتی جدید خیلی زیادتر هم شدن در مورد بازی فورتنایت. این روزا فکر کنم که خیلی همون مشکل پینگ داریم و دلایل خاصی داره و فقط به اینترنت ما مربوط نیست، که نینجا هم در موردش صحبت کرده که واقعا عصبانی شده بود. تو این ویدیو من اون رو بررسی میکنم، چون خیلیاتون دارید در مورد مشکل پینگ تو این روزا صحبت میکنید که واقعا هم ناراحت کننده است که چنین چیزی اصلا اتفاق میفته. همونطوری که گفتم کال آف دیوتی جدید وارزون اومده به صورت رایگان، که کمی فکر کنم فورتنایت رو نگران کرده در موردش، که و فورتنایت هم داره اقداماتی انجام میده که جلوش بمونه. نیک مرکس در مورد پرو پلیرها صحبت کرده که در مورد بازی صحبت میکنن و خیلی هم عصبانی بوده این دفعه، خیلی هم چیزای جالبی گفته و خیلی از خبرهای دیگه که جدیدن اومدن و موضوعات خیلی جالبی رو توی بازی به ما نشون میدن. مثل همیشه یادتون نره که یک لایک بزرگ به ویدیو بدید، واقعا به من کمک میکنه، و اگرم سابسکرایب نکردید بزنید اون سابسکرایب رو، واقعا کاری نداره اگر تازه با کانال آشنا شدید و سابسکرایب نیستید، و اون زنگوله کنارش هم بزنید و از کد سینا رو برای خریدن اسکینای خوشگل و مشکل توی آیتم شاپ استفاده کنید و بدون هیچ معطلی دیگه ای بریم ببینیم تو فورتنایت چه خبر شده. خب اولین خبر رو من میخوام با توییت بازی فورتنایت شروع کنم، که در مورد انجام چلنج مایا، که باید شما قسمت پوتینش رو به دست می آوردید، که فورتنایت چندین روز بود که این مشکل رو داشت و شما نمیتونستید چلنجش رو انجام بدید و مدالاش رو به دست بیارید، ولی الان به گفته خودش که میتونید روی صفحه ببینید، گفته که این مشکل رو حل کرده و شما میتونید پوتین های مایا رو به دست بیارید، که میتونید پوتین ها رو هم روی صفحه ببینید و برید فعالش کنید روی اسکینتون. ولی یادتون باشه که یه بار فعال کردید برای همیشه خواهد بود و اشتباهی فکر نکنید که میتونید دوباره عوضش کنید. فعال کردید دیگه همون یه بار فعال کردن شما خواهد بود، برای همیشه روی این اسکین مایاتون خواهد موند. برسیم به موضوع جالبی که توی ویدیو دیروزم در موردش صحبت کردم، کال آف دیوتی وارزون، که بتل رویال رایگانه، بازی کال آف دیوتیه که همه میتونن دانلودش کنن، ولی انصافا 80 تا 101 گیگ که واقعا زیاده مقدار حجمش و برای منم طول میکشه دانلودش کنم، که حتما در موردش من ویدیو میذارم. ولی از این موضوع بگذریم، برسیم به این موضوع که یکی از رسانه‌های بازی فورتنایت در مورد این نوشته که فورتنایت چجوری میتونه جلوی این کال آف دیوتی بمونه، چون واقعا اگر بیننده هاشم توی توییچ نگاه کنی، حالا غیر از اسپانسر استریم هایی که داره انجام میشه، ببینید که واقعا فجر کرده این کال آف دیوتی وارزون. میتونید روی صفحه اولین پیشنهاد رو ببینید که زمانی که ایپکس اومد، فورتنایت متوجه شد که باید یه تکونی به خودش بده و مود سایفن رو برگردونه. اگر نمیدونید سایفن چیه، سایفن وقتی شما کسی رو میکشید و کیل میگیرید به شما اچ پی اضافه میشه، که اچ پی و شیلد شما پر میشه، که واقعا عالی و چنین گیم مودی رو خیلی ها میخوان برگردونن، چون واقعا هیجان انگیز بود و شما با هر کیل گرفتن دیگه خیلی سخت میشد یه نفر ترت پارتیتون کنه و سری شما رو بزنه، به خاطر اینکه شیلد و اچ پیتون کمه. پیشنهاد بعدی اینه که تنظیمات اف او وی رو به بازی اضافه کنن. الان بازیایی که میبینید مثل ایپکس یا کال آف دیوتی اف او وی رو دارن، یعنی شما میتونید عقب جلو کنید دوربینی که دارید ازش استفاده میکنید توی بازی و قسمت های بیشتری رو توی بازی ببینید یا قسمت های کمتری رو توی بازی ببینید. به مقدار این اضافه شد به بازی با استرچ رزولوشن، ولی دوباره بازی فورتنایت حذفش کرد. میتونه تغییر خیلی عالی باشه که فورتنایت میتونه اضافه کنه برای بازیش. و نکته بعدی که فورتنایت میتونه اضافه کنه هلیکوپتراست. هلیکوپتر رو به ما نشون داده و فایل زیادی در موردش توی بازی هستن. الان هلیکوپترها رو توی آپدیت بیاره واقعا عالی میشه و میتونه خیلی از بازیکنان رو سر بازی برگردونه که رفتن الان دارن کال آف دیوتی بازی میکنن. میتونم قایقا الان هم هلیکوپترن، هم زیردریاییان، هم پاترولن، همه چی هستن، ولی هلیکوپتر یه چیز دیگه است که میتونه به بازی اضافه بشه و بازی رو جالب کنه. نکته بعدی که خیلی ممکنه جالب باشه، برای گرفتن درجه بالاتر توی آرنا یه جایزه خیلی کوچیک بذاره، مثل یه دونه حداقل بنر، یه دونه رپ که توی بازی بتونیم به دست بیاریم، که واقعا آرنا بازی کردن یکم ارزشش بیشتر بشه به غیر از هایپی که ما به دست میاریم، که اینم نکته خوبی میتونه بشه. و برسیم به چیزی که شما خیلیاتون تو کامنت ها گفته بودید و خیلی هم دوست داشتید که به بازی بیاد، سیزن 3 چپتر 2 بازی فورتنایت رایگان بشه بتل پسش، که خیلیاتون دوست دارید چنین چیزی اتفاق بیفته که بتل پس رایگان بشه، که
واقعا عالیه. در فصل 7 بازی فورتنایت فصل افزایش پیدا کرد زمانش و فورتنایت به خاطر ترس از ایپکس به بازی بتل پس رایگان اضافه کرد و بازیکن‌ها با انجام دادن چالش‌های بتل پس رایگان رو میتونستن دریافت کنن که از این بهتر نمیشه. امیدوارم فورتنایت بتل پس رو برای فصل بعد رایگان کنه که حداقل یه بارم در چپتر 2 مای بتل پس رایگان دریافت کنیم. و چیز بعدی که خیلی انتظارش رو میبرن که فورتنایت انجام بده کپی از بازی کال آف دیوتیه. اینو من هزار بار گفتم، کپی کردن از بازی‌های دیگه مشکلی نیست تا زمانی که خود شرکت‌ها مشکلی نداشته باشن. توی بازی کال آف دیوتی یه بخش هست به نام گولگ که شما وقتی می‌میرید می‌تونید برید اونجا فایت کنید، جنگ کنید برای اینکه خودتون رو بتونید به بازی برگردونید. اگر جنگو ببرید به داخل بازی برمیگردید، اگر ببازید به بازی بر نمیگردید، که می‌تونه اینو فورتنایت به بازی به یک شکلی اضافه کنه که من فکر می‌کنم که در یک آینده خیلی کوتاهی این به بازی اضافه بشه. و چیزی که هممون دوست داریم، لایو ایونت ها به بازی برگردن. لایو ایونت چیزیه که همه بازیکن ها انتظارشو دارن برگردن. آخه دلمون تنگ شده برای اون ایونت مارشملو که فکر کنم خیلیاتون هم نبودید که اصلا ببینیدش، و بچه‌ای که بودنم واقعا لذت بردن چون کنسرت به صورت کاملا لایو در داخل بازی برگزار شد و واقعا مارشملو داشت صحبت می‌کرد و کارهایی که انجام میداد لایو بود. لایو ایونت تا حالا هیچ بازی توی تاریخ بازی‌ها نداشته که در داخل بازی اتفاق بیفته و فورتنایت این کارا رو انجام میده که اضافه کنه، واقعا میتونه خیلی ضربه شدیدی به بازی‌های دیگه بزنه. نمیدونم نظر شما چیه که فورتنایت میتونه اضافه کنه به بازی و بازی رو خیلی بهتر کنه، تو کامنت ها بگید. به نظر من چیزایی که گفتم میتونه بازی رو خیلی تغییر بده نسبت به حالتی که الان داره. این بود از یه موضوع خیلی مهم. برسیم به موضوع مهم بعدی که خیلی از شما در موردش صحبت میکردید و اون موضوع پینگ و اف پی اس دراپ در داخل بازیه. از زمانی که فصل جدید اومده و موتور جدید اضافه شده به بازی، اف پی اس دراپ خیلی توی بازی دیده میشه، پینگ خیلی تو بازی تکون میخوره و اصلا خوب نیست و فکر کنم همتون دیگه توی بازی احساسش کردید و خیلی هم شما رو اذیت کرده. فرقی نمیکنه که تو ایران باشید یا خارج از ایران باشید. و من یه کلیپی از استاد نینجا دارم که در موردش صحبت کرده، بعد اینکه خیلی به صورت بدی در بازی میبازه و دوم میشه. بریم این کلیپ رو با هم ببینیم تا من بیشتر در موردش صحبت کنم. We meet again, Sir Sprays-a-Lot. GG. I knew it. Well played. Wow, man. Wow. Well played, dude. Oh, man. I can't take walls. I can't take walls, man. I win that game if I can take his floor. But the game doesn't give it to me. I tried to take that like 5 times. I knew it was coming. I should have just sprayed, man. خب همونطوری که دیدید اینجا واقعا اعصابش به هم خورد از اینکه نتونست دیواری رو به دست بیاره به خاطر مشکلات پینگی که در داخل بازی وجود داره و نمیتونه دیوار رو بگیره توی بازی از حریفش، که واقعا به نظر من قشنگ داشت کار میکرد برای گرفتن دیوار ولی نمیشد. خود فورتنایت هم گفته در آینده سعی میکنه بهترش کنه ولی فعلا اصلا خوب نیست و باعث عصبانیت نینجا شده. میدونید که نینجا خیلی از بازی فورتنایت حمایت میکنه ولی تو اینجا خودتون دیدید که واقعا اعصابش به هم خورده بود. و اینم بگم که یه بخش از مشکل پینگم به داخل اینترنت‌های ایران مربوطه که الان تو این روزها چون همه خونن مصرف اینترنت به شدت رفته بالا، به شدت من خودم کم شدن سرعت اینترنت رو تجربه دارم میکنم و پینگم به شدت میره بالا، چون هر چقدر استفاده توی کشور داره میره بالاتر و با این 100 گیگ رایگانی که به اینترنت‌های ثابت هم دادن بیشتر مردم استفاده میکنن، از یه طرفی اینترنت خودمونم باعث شده که پینگمون توی بازی فورتنایت بد بشه. برای همین اگر شما مثلا ساعت 2 شب بازی کنید پینگتون خیلی بهتره نسبت به اونی که ساعت 3-4 بعد از ظهر بازی کنید که خیلی مصرف بالا رفته و پینگ به شدت داغونه. حالا که ما تو بخش استریمرها هستیم، من چندی تا موضوع دیگه هم در مورد استریمرها میخوام به شما نشون بدم که در اینجا نیک مرکس یکی از پر سابسکرایبر ترین استریمرهای فورتنایت که توی تویچ یکی از بزرگترینه و در مورد پرو پلیرها و رفتار پرو پلیرهایی که جوون هستن صحبت کرده که واقعا جای تأمل و فکر کردن داره، که بریم ببینیم که Nick Merckx, what do you say? These young Fortnite pros, man, it's not their fault, really.
Like, you can't hard blame them. You can kind of blame them. Like, you can give them a little bit of acting so stupid all the time. But you can't get super angry. You want to know why? Because, bro, they don't know better, man. Bro, they don't know about playing for breadcrumbs, man. They have no idea. None of them ever did it. They never played for anything but billions of dollars, man. And you know? It's hard to blame them because, like I said, that's all they know. They don't know better. I'm sitting here arguing with, like, little 12-year-olds on Twitter, man, with anime. They just know Fortnite and how it's been. خب، بعضی از جاها واقعا راست میگه. الان خیلی از اون پرو پلیرهایی که ناراحت بودن که چرا ایم اسیست در داخل بازی هست و الان میگن که برگردونه. آخه چی بگم من؟ و بعضی موقع که میبینن یه چیزی خیلی کوچیکی توی بازی پیش میاد، میگن که فورتنایت حذفش کن، ما دوست نداریم اینو و ما میخوایم که از بازی حذف بشه. منظور نیک مرکس این بوده که اینو باید متوجه بشن که فقط برای پول بازی کردن نیست و تعداد بازیکن‌ها از اونی که فکر میکنید بیشتره و نظر استریمر باید نباشه که بازی رو تغییر بده. این نظر بازیکن‌های زیاد که برای فان بازی میکنن که باید بازی رو تغییر بده. و تو توییتر هم خیلی به نیک مرکس حرف زده بودن و اشاره کرد به کسایی که بهش تو توییتر حرف زدن. خلاصه نیک مرکس و یکی از اوجی های بازی فورتنایت. من یک کلیپ دارم از کشتن یکی از بازیکن‌ها به نام بوگا در داخل بازی. من مطمئنم که بوگای اصلی نیست چون یوزرنیمش با بوگا فرق داشت. بریم این کلیپ رو ببینیم که خنده داره. من خودم واقعا دیدم خندم گرفت. I want $3 million. Control me. واقعا خنده‌دار بود اون بخشی که ادا در آورد، ادای بوگا رو در آورد و واقعا شوخی خنده‌داری بود که انجام داد. واقعا نیک مرکس آدم فانیه و توی استریم هاش هم بازی حرفه‌ای میکنه، همین که موقعی که بازی میکنه واقعا فان و باعث خنده بیننده هاش میشه. از این موضوع مهم بگذریم برسیم به موضوع بعدی. خب در اینجا برسیم به موضوع مهم که اون موضوع چالش هاست که خیلیاتون از من میخواستید من چالش ها رو برای شما بگم که چجوری باید انجامشون بدید، که همین فردا این چالش ها میاد. بهتون میگم که هنوز نیومده، همین فردا این چالش ها میاد و مربوط به TNT ناست ترایال. که اولین چالش که شما باید انجام بدید اینه که 10 تا چست پیدا کنید در پلزنت پارک یا سلورپی سوامز، که فرقی نمیکنه، 10 تا توی هر دوتاشون پیدا کنید یا 10 تا توی یکیش پیدا کنید. در چلنج بعدی شما باید با C4 یا پراکسیمیتی ماین که همون مین های داخل بازیه، ساخته های حریفاتون و بیلد های حریفاتون رو خراب کنید به اندازه 20 تا، که این چلنج هم راحته. در چلنج بعدی شما باید نارنجک به طرف اون قسمت هایی که ماهی هست در داخل آب پرتاب کنید و اونا رو از بین ببرید، که 3 تا نوشته اینجا، که فکر کنم 3 تا از اون قسمت هایی که ماهی ها توی آب بازی حرکت میکنن و باید خراب کنید، که فقط با چیزایی که منفجر شدن انجام میشه، یعنی با موشک قایق هم میتونید این کار رو انجام بدید. در چلنج بعدی شما باید 5 تا کیل بگیرید در ایجنسی یا سویتی سندز، که فرقی نمیکنه 5 تا رو تو ایجنسی بگیرید یا 5 تا رو در سویتی سندز یا هر دوتا، که این ممکنه سخت باشه. در چلنج بعدی شما باید 7 تا به همون جعبه‌ای که توش گلوله های مختلفی وجود داره در جاهایی که اسم های بزرگ در مپ شما در داخل بازی داره. در چلنج بعدی شما باید 5 تا دیکوی استفاده کنید در بازی، که 5 تا دیکوی گرنید باید پیدا کنید و استفاده شون کنید در داخل بازی. برسیم به چلنج بعد. در چلنج بعد شما باید دمیج وارد کنید زمانی که سوار موتور بوت هستید به اندازه 200 تو تیم رامبل. فکر کنم راحت تر بشه اینو انجام داد نسبت به گیم مود های دیگه. در چلنج بعد شما باید هنچمن ها رو اسکن کنید در 3 تا بازی مختلف، یعنی در 3 تا بازی این کار رو انجام بدید، بازی اول یکی، بازی دوم یکی، بازی سوم یکی. در چلنج بعد شما باید گرامپی گرینز، ماو داون و ریسکی ریلز رو دیدن کنید، که میتونید جاهاش رو روی صفحه ببینید. و در چلنج آخر که یکم ممکنه سخت باشه برای شما، باید شما تفنگ های 3 تا باس رو به دست بیارید، یعنی اسکالز، مایدس یا بروتوس رو توی بازی به دست بیارید. پس حواستون باشه باید تفنگ های میتی که اونا رو به دست بیارید در داخل بازی زمانی که اونا رو کشتید، که تمام این چلنج ها رو انجام داده باشید در داخل بازی. زمانی که فردا اومد دوباره برگردید به ویدیو یا یه اسکرین شات الان از ویدیو بگیرید تا چلنج ها رو به راحتی انجام بدید. درخواست چون بالا بود گفتم که من بگم چلنج ها رو چجوری انجام بدید تا مشکلی نداشته باشید. برسیم به موضوع بعدی که فکر کنم دیگه برای همتون سوال باشه که بیشترین کیلو کدوم گان توی بازی میگیره و
از کدوم گان برای کیل گرفتن بازیکن‌ها استفاده می‌کنن. همونطور که روی صفحه می‌بینید 38% رو تاکتیکال شاتگان می‌گیره، 16% رو پامپ می‌گیره، 15% رو آسولت رایفل می‌گیره، SMG 13 و برست 7 و پیستول 2، بولت اکشن اسنایپر 1%. از این آمار متوجه میشیم که تاکتیکال شاتگان خیلی محبوبه بین بازیکن‌های فورتنایت و اون دلایل خاص خودشو داره. چون اگر شما تاکتیکال آبی رو توی بازی پیدا کنید، خیلی از تک لژندری هم بهتره و زمانی که شما شلیکش میکنید، خیلی سریعتر میتونید شلیک بعدیتون رو انجام بدید و کیل گرفتن برای بازیکن‌ها خیلی راحت‌تره با تاکتیکال شاتگان نسبت به پامپ شاتگان. من بیشتر اوقات یادم میره که اصلا از SMG استفاده کنم و بیشتر اوقات فقط از یه دونه شاتگان استفاده میکنم و ترجیح میدم که تگ باشه. تو نظرات حتما بگید. و خب بچه‌ها، این روزا خبرها خیلی زیادن، برای همین من تو این چند روزه ویدیو خبری خیلی آپلود کردم و ویدیو کال آف دیوتی هم حتما من آپلود میکنم زمانی که وقت کردم گیم پلیشو ضبط کنم و ویدیوهای جدید متفاوتی از بازی فورتنایت هم در روزهای آینده خواهیم داشت. حتما یادتون باشه که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب فراموش نشه اگر تازه با کانال آشنا شدید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، ویدیوهای قبلی رو هم نگاه کنید و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.